حالا تو این جلسه آقای دکتر به بنده چیزایی به شما خواهیم گفت، شاید برای اولین بار شما بشنوید که دشمنان ما نقشه های خاصی برای مسلمان دارند. 1971 آب زمزم چک شد، چک رسمن اعلام شد که یکی از گواراترین آبهای روی زمینه در انگلیس. اعلام کن 2006 سازمان بهداشتش میگه این آب به آرسنیک آلوده است. اثر این عرض کنم که ویروسی که اینجا اتفاق میفته بیحالی نسبت به عبادته. بعد اصلا امتحانش کردن تو حج تمتع بیش از 20 سال داره این کار میکنن و این دولت جنایتکار عربستان سعودی قصر در راسته تا الان و جواب نمیده به تمام جهان. یعنی هر لیوان آبی که هر کسی رفت از اون بشکه‌های نارنجی گرفت خورد آرسنیک داشت. تو جا روشته فون باکس ویروس تو دیستروی ریلیژن، ویروسی که دین رو از بین میبره. گفت کنار این چاه مأمور عرب وایساده بود، میگه دستش آب معدنی بود. اگه اون آبی که انقدر خواص داره انقدر خوبه، چرا داره آب معدنی میخوره؟ اونا با سلاح نظامی دیگه حریف ما نمیشن. شکست خوردن، 8 سال کردن هرچی میتوانستن، رفتن سراغ اونجایی که همه جمع میشن این واکسن رو تست کردن تو مکه. این کار رو نمیتونستن تو ایران بکنن، تو مشهد بکنن، تو قم بکنن، رفتن تو مکه انجام دادن. در مورد سلامتی مسلمان ها این پروژه ژنو بردن در داخل ویروس سرماخوردگی. آخه بعضی جالبه به من میگن شما توهم توطئه دارید، همه چی رو سیاه‌نمایی و وحشت و حتی اخیرا خبری گذاشتن که شومن وحشت. چرا نمیذارید واقعیت رو بگیم؟ میخواد هر روز براتون رسانه‌های غربی رو بیارم 10 تا خبر درباره بیوتروریسم هست. یک پزشک مصری برای من مطلبی فرستاد، من اجساد رو بررسی کردم، اینها مسموم بودن، یک سم استفاده شده. اگر خواستید بگید با من در تماس باشید. اون ترانسکریپت گفته این پزشک مصری که به وزیر بهداشت عربستان نامه نوشته ایشون که اینا مسموم شده، این مادهش فقط گرما و عرق و اینها نیست. فکر کنم فان وکس ما هم اثر گذاشته که یعنی چطور میشه که یه همچین شما خبری بدی رو آنتن نشون بدی بعد روز بعد همه هیچی نگن. من به عنوان طالب زاده تعجب میکنم به اون ایمان و شهادت طلبی و این چیزایی که بچه های همین مدافع حرم هم دارن میدن اون طرف که دشمن رو از مرزها دور کنن که شما بتونید جمع بشید. حالا میگن ما اینو از بین میبریم. میدونید چقدر مواد سنتی و دارویی ما از ایران دزدیدن بردن به نام خودشون ثبت کردن، هیچ کس اقدام قانونی نکرد. به نظر این سرقت ژنتیکی است. حق نداره یک کشور خارجی بیاد ژنوم ملت من رو ببره. میدونی ازش چیا در میاد؟ قسمت خوبش دارو فلان فلان که باید مال من باشه، ملت منه. قسمت بدش اطلاعات ژنوم کشور منو داره، میتونه کارایی بکنه که فعلا دیگه درشو باز نمی‌کنم بعداً دیگه. و جالبه میدید بودجه این پروژه رو کی داده؟ بنیادی به نام پارسا، بنیاد بهایی ها و صهیونیست. و پس از این صحبت ها بود که دفعه خبرها انتشار پیدا کرد که آقای یاسر عرفات، هوگو چاوز، دکتر سعید کاظمی، آقای سلحشور همینجور دونه دونه اومدن که اینا احتمال ترور بیولوژیکشون هست. ببین ترور بیولوژیک تو کتابم گفتم صدها سند دارن داره انجام میشه. این تهدید جدی است. من مشکوکم به بعضی از مثلا آیت الله املشی رو، همه میگن ایشون ترور بیولوژیک شد. امسال مکه بسیار خطرناک. تو بیمارستان شاید مثلا تو این یک سال و نیم 15 بار سی سی رفتم. هر بار فکر میکردم همون مریضی قدیمیه. بعد از اینکه من اون چمدون رو لباس پوشیدم بعدش مسواک زدن چی آلوده بود نمیدونم دیگه چی شد، ولی از روز بعد صدمه تو نمیتونم بخوابم. از اون بعد هیچ شبی نمیتونم بخوابم، از اون بعد سرفه دارم و تنگی نفس. ببین من 30 سال دارم مدیریت بحران درس میدم، این دردمو بگم تو اینجا. مدیریت بحران ما تب و لرزیه. مدیریت بحران میگن سه قسمت داره: قبل از بحران، حین بحران، پس از بحران. ما همیشه پس از بحران فعال میشیم. در دنیا قبل از بحران جدیه، یعنی این که شون میگه اقدام کنید، صبر نکنید فاجعه رخ بده و یه ذره هایهو کنید ساکت بشید. این حدسای ماست، چون آدم تجربه مثل پلیس میمونه که 50 تا ماشین رد میشه بعد میگه تو بزن کنار، تو بزن کنار. حس او میگه این دوتا آدم تیپ قضیه رو رفتن فلان، اینو این حالت منه، من بیوتروریسم اینجوری میفهمم، حس میکنم بعضی وقتا. شومترین مردمان روی زمین
پشت این جریان هستیم.